چطورین برو بکس خوش اومدین به چنل خودتون ماتریس. من میلادم، خوش برگشتین. خوشحالم همینجوری هی دارم میرم و میام میرم و میام. حقیقتش رو فکر میکنم سومین ویدیویی که دارم این لباس و یعنی تنم رو دارم میام تو ویدیو. دلیلش هم اینه که آنی تو اتاق خوابه، لباسایی که آماده کرده بودم همش روی رگالمون براویزون بود، به چخ رفتیم. آقا اومدم برای یه دیسترک دیگه، یعنی یه آلبوم فیل اومد و همه شروع کردم به دیست دادن. دیسترک باتل از شاپور و مهدیار از گروه ملتفد، همچنان مثل اینکه دیسا قراره بیاد برای آلبوم فیل برای گادپوری. و اینکه قبل از اینم که اون بیف سنگینی که بینشون اتفاق افتاد یه استوپی خورد، انگار که منتظر بودن که آلبوم بیاد و سری ترک رو بدن بالا، چون فکر میکنم کمتر از 7-8 ساعت بود یا 5-6 ساعت بود که این ترک یهویی دراپ شد توی پلتفرم‌های ملتفت. من که خودم به شخص پرام سوخت. حالا چی داره که در واقع شاپور تو این دیسترک میخواد بگه که تو دیسترک‌های قبلی نگفته؟ خدای من، پرای من، نمیدونم واقعا چی میخواد اضافه کنه به اون چیزایی که قبلا گفته بود. برو بریم که داشته باشیم ببینیم داستان از چه قراره. بچه‌ها کانال های سابسکرایب نکنید، لطف کنید سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید که کلی کار داریم با هم. دارید میبینید دیگه ستاپ و کل سیستم جدید شده، عوض شده، برای همینم کلی انرژی جدید وارد چنل و وارد این ماجرا شده. قراره بهتره کنیم با همدیگه، با کمک همدیگه. این از این. کانال تلگرام هم براتون لینکشو میذارم توی دیسکریپشن و روی صفحه هم براتون میذارم اگه دوست داشتین عضو کانال تلگرام شین، که قراره کلی صحبتم اونجا خیلی صمیمیتر دیگه اونجا در کنار همیم دیگه داشته باشیم و قراره کلی همفکری کنم با برابکس دنبال کننده ماتریس. لینک اورجینال این موزیک که دارم گوش میدم تو دیسکریپشن هست. آقا چی میگن کاورشو با هم ببینیم و بریم براش. کاورش رو دیدم و خنده پاره شدم. کاور رو داشته باشین، یک هفتره که دورش چپیه بسته شده، خیلی ساده است ولی مفهومی. این از این. اتفاقا علی جیدال هم دیسترکی داده به اسم کفتر بازی، اونم کفتر روشه، اصلا مثل این که پوری و جریان کفترش. این از این. و اینکه آقا داستان خود شاپور هم، یعنی در واقع کارکتر یا کریر خود شاپور توی ملتفت و اتفاقاتی که الان داره همینجوری هی پشت هم داره اتفاق میفته، راجع به این خیلی دوست دارم صحبت کنم که احتمالاً توی این هفته یه پادکست درست کنم فقط شاپور، صحبت کنیم راجع به شاپور، چی شد که اصلا اومده، چی شده که الان وارد بیف شده و اینکه داره در واقع این مسیر رو به این شکل داره میره جلو. برو بریم که داشته باشیم. زیاد فک نزنم که من اگه فک زدنم اگه روشن شه تا پس فردا قابلیت اینو دارم که براتون حرف بزنم. حقیقتاً 48 ساعت نان استاپ. برو بریم شاپور باتل. ما خیلی ها رو نابود کردیم. جوجو شهرهای عشقانو که خوب افسی. اگه کسی پشتته هوادار تونی بدخواه ماست. لفظ قدیمیه ولی سنگینه. کسی اگه کنار توه طرفدار تونیست بدخواه ماست. تموم شده و رفت. چیکم بچه بازاری خواهی قد باقالی فیلمیه، رنگش میپره با زنگ بالایی فیل چیه، خیلی بهش گفه تازه چوسه فیل میشه. این چه فلویه دیگه، پرام ریخ یه لحظه، برق منو گرفت انگار. شیکم بچه بازاری خواهی قد باقالی فیلمیه، رنگش میپره با زنگ بالایی فیل چیه، خیلی بهش گفه تازه چوسه فیل میشه. خب فیلمیه، فیل چیه؟ سنگین انگار رایمو چفت کرده. تو ایس میره میگیره پلیس خندش، هفتیر کش بود فالگیر شد، مرغش کردیم گندک شدی کفتر، دستخش کامنت پاستیر خورد. مرغش گندت کردیم شدی که افتر فیلم میسار. بعد میگه دغدغت اینه که تو کامنت چی واسه من بنویسن، که تو دو سه تا دیسترایک قبلی که گادپوری داده بود مثلا لفظ میومد میگفت تو کامنت ها بهت میگن شراره، تو کامنت ها بهت میگن نمیم کلا شاپو فیلان. میگه دغدغت اینه فیلم میسار تو کامنت ها چی بنویسن. بعد یه چیز دیگه هم گفت خیلی جالب بود، مثلا که جواب و ریز به ریز اومده بده شاپور اینجوری که معلومه با یه فرم بندری استایل. تیرکش بود فالگیر شد. این که میگه طرف هفت تیرکش بود فالگیر شد، من به نظرم برای اینه که تو دیسترک شیب مرگ فکر کنم اونجایی که میگه
فیلان بیسار، اینم یه فال از فیلان فال حافظ اینجوریه. مرغش کردیم گندک شدی کف در دستخش کامنت پاستیل خورد، حتی سیاسی به خونی باطله، کسی یادش نمیره و کابر کلا شاپا سر بابا جاهل میزنت به دیر کنه کاسه بشه. هی کلا شاپو همون لفظی که اومده میگه رو سر بابا جاهلت فیلم بیسار. آقا رو پدر این منده خدا، رو خانواده پوری گرفتن و همه مثل این که هیپاپولوژیست هم که ترکشو گوش دادیم یه چیزایی داشت میگفت در وصف پدر. سکان خالی میخوری میزنی تگری، اون دفعه میرزا قاسمی شدی، این دفعه کچلی یکیه طالبان سپاهی داعشی مجاهد سلفی عصبی. لفظ بازی اومده ببین، خوب اومده خدایی، با اینکه فلوی که داره میخونه، اوه چقدر بلند گفتم، فلوی که داره میخونه خیلی باب میل من نیست، ولی لفظای پوری داره میاد. خب اون سری چیکارت کردیم؟ میرزا قاسمیت کردیم، میگم چیکارت کردیم این سری کچلیک، این که هیچی. بعدش یه چیز خیلی باحال گفت که پرید از ذهنم، جدی این دفعه کچلیک یکیه طالبان سپاهی داعشی مجاهد سلفی. خب اونجا تو دیسترک آخر پوری برایش کتش که آقا ما به کی وصلیم، اینجوری که تو داری میگی ما طالبانیم فیلانیم بیسار، حالا داداش داره میگه تمام اینا یکیه. حالا چرا داره میگه یکیه؟ شاید به خاطر حالا دین ایناست که همش یکیه، یا اینکه به خاطر این مثلا تون رویاست که میگه همه اینا یکیان. سبی شدی رو چفیه شاشیدم وسط علکی انگلیسی میگم مگه بگی آی عربی زود دیگه رو... تو علکی میگه گرفتم رود، ببین ناراحت شدی یا من سنکه آبت برخورده، بعد انگلیسی تیکه آه عربی تیکه میندازی. عربی کجا بود تیکش؟ عربی که کلن پوری یه چیزایی میاد الله پوری فیلم بیسار، ولی یه چیزی گفت، چی گفت خدا؟ نصر رومن الله و فتح الغریب فیلان یه همچین چیزی بود به نظرم. بی آی عربی سی هلو تو همیتز مادرز دیلدو، شبا میبینه خواب بیل برد، خدا فزیکت مارکت ترکیه رو بگیره چی شد. آجی چقدر بیادب شدم بچه های رپ فارسی، آقا نکنید این کارا رو، آقا نگید انگلیسی رو دیدین چجوری یه فلو رو اومد، اصلا بذار نزنم که از اول گوش بدیم ولش کن. بعد اینکه میگه که چی، میگه که تو که هر بود بری تو مارکت ترکیه چی شد، دقیقا اشاره ای که میدونی چیزایی که گادپوری برای ساختن کریرش استفاده کرده بود تو این مدت و تونست پله ها اونا رو پله کنه در واقع بیاد بالا، الان هم هیپاپولوژیست به اون داستان اشاره کرد که آقا تو اومدی مثلا راجب سگا و این داستانا صحبت کردی که یه سری ها رو سمت خود جذب کنی. الانم داداش داره چی میگه؟ شاپور داره میگه که آقا تو اومدی گفتی من میخوام مارکت فارسی خدافظی کنم فیلم بیسار، ولی اینجوری نبود، مثلا برای اینکه اسم خودتو هایپر نگهداری اومدی همچین دروغی گفتیم. بچا یادتونه یه سال و نیم یه سال پیش اینا بود، بعد از آلبوم پ قرار بود مثلا نباشه و اینا، بعد تو فکر کنم ترک آن تایتل بود، اون کدوم ترک بود گفتش که آقا من میخوام برم فیلم بیسار نباشم و اینجور حرفا. شبا میبینه خواب بیل برد، خدا فزیکت مارکت ترکیه رو بگیره چی شد، هیچی کسک و فصل همیشه کیر شد. چی شد؟ مثل همیشه کیر شد؟ هیچی کسک و فصل همیشه کیر شد. کف در کاکان بستر این خبر از من ببره. دیدم امروز تو رسانه ها یه چیزایی زده بودم فیلم بیسار موینا کفتره کاکل به سر، وای وای بعد شیش و هشتا آجی این کارای مهدیار نامبر وان خدایی، یعنی اصلا خیلی حال میده حقیقتا. توی ترک قبلی که شاپور داده بود خیلی خوب بود مهدیار، ولی تو دوتا دیسترک قبلی ترش اونقدر خفن نبود و اینا. بعد من میگفتم چرا مهدیار آجی رو نمی کنه، چرا اون کاری که باید رو نمی کنه؟ مهدیار این کارای سیکش مهدیار رو مهدیار کرد کلن. همه
قشنگ داره جواب میده، قشنگ با بیت داره جواب میده، داره جواب اون جوابی که خودش دوست داشته، اون چیزی که خودش دوست داشته به گادپوری بگه و بندازه، اون تیکشو بندازه، داره با بیت، داره با این میکس داره میندازه. حاجی مغز مریض تو یعنی مهدیار خیلی با نمکه. مثلا اونجایی که میره رو اوج موین اصلا دیوونه میشه، تو اون موزیک اصلی چه آدم دیوونه میشه. باد میبرت اتاقات بزنه کوله رو لف لف پول مفته شالیزار میذاری کونه مر گنبد و میدید تو بتونی ببینی دوله تو کلیپا کی چی میگه این شاپور؟ تا چیپ سیویل اینا کف لواتن سایبری ها دادن باز آمار زیقی اسکل باز ریدی من اصلا همه ندارم. آمار دخترم من تو میدیم میگه من اصلا همه ندارم، یعنی حقیقت داره، یعنی داره راست میگه شاپور. اگه راست بگه که اصلا پرای من، یعنی اصلا چرت و پرت بود اون چیزی که گفته بود پوری. بو گلاب و پیرن گل بی فاز معرفت نگی که مخ بری بی صفت تو آویسونه تخمشی که آدرس نیما دیدا پلو بدی تو داری می اسم نیما دیدا بام آورد، مثل داستان آردا حاجی اسم نیما رو هم آورد پرام. نمیدونم در جریانید یا نه حاجی، نیما و فرشاد که اسم نداره رو دارن یه برنامه گذاشته بودن که حالا من تو اینستاگرام یه گوشه‌ای شیدم، این بود که مثل این که بعد از یکی از اپیزودهاشون که داشتن تو اسم نداره که صحبت حمید صفت رو میکنن، حالا دیس میکنن چی بوده داستان، این بوده که مثل این که یکی دو نفر میرن دم خونه نیما یا نمیدونم تهدیدش میکنن، میگن آدرس خونه‌تو داریم فیلان بیساری همچین چیزی. الانم شاپور اشاره به این داستان داره که بابا یزید تو به رفیق خودت میزنی که مثلا رفتی خونه‌ش اینا آجی. بعد این جالبه که به این داستان اشاره کرده، اسم آورده، با دیتیل میدونه، این یعنی که مثلا بچه های ملتفت قشنگ میدونن داره تو رپ فارسی چه اتفاقایی میفته، چه داستانایی داره رد و بدل میشه بین بچه ها، یا یعنی اینکه یه سری آدم ها دارن که بهشون میگم مثلا یه همچین چیزی. خب سوختم حقیقت اسم این بچه رو شنیدم. مالی امر رو بیست جاری برای اتحاد زده، من گفتم بیخ برنامه فش به بسیجی حلال عشق لات زده زن جیری ما سوبری کلیپا کمدی دروازه خالی توهی رو گذاشتی واسه گلری جی هی چه رایمی داشت اینجا، رایمو داشته باشین. جیری ما سوبری کلیپا کمدی دروازه خالی توهی رو گذاشتی واسه گلری جیره چیه پول آشتی با مردم تو بگیر اخته ای توهی. چرا توهی مگه با اینا اصلا؟ توهی هم خب رفیق دیگه با گادپوری شد مثلا، واسه این داره میگه. بعد توهی هم این روزا یه استوری میذاره سروش ویلام میسار، میگه رفیق پول آشتی با مردم، شاید منظورش به اینه که مثلا داری عادی سازی میکنی و فیلام بیسار مایشو برو بگیر نقد کردی یا چی. آقا چی دارم میگن؟ رپ فارسی داره به کجا کشیده میشه؟ چرا داره اصلا به این سمت و سو میره؟ اصلا رپ دیگه انگار داره یه ماهیت کاملا سیاسی پیدا میکنه توی رپ تو ایران. قبلا خیلی کمتر اینطوری بود، الان خیلی بیشتر اینطوریه. دماغ همه تو تنهایی میزنم کله تکی جرت میزنم تو رو چه به گله، کسی نگو سیاسی بخونی خواه مالی نکنین حله. سیاسی بخون هایه ترک داده بود جناب سربان فیلان، فکر کنم منظورشونه دیگه، میگه تو نمیخواد بخونی، تو نمیخواد خایمالی کنی فیلان. و مهدیار کفتر کاکل پسر با صدای معین، آقا پا نشیم غیر بدیم نهل کفتر کاکل پسر این خبر را من ببره. سه ضرب میکوبه قشنگا با معین در کاکل پسر دیوونمون کرد مهدیار قشنگ. MP5 رو توضیح نمیدی کف داره بدون رابطه و ضابطه؟ ای MP5 میگفتش که شاپور مثل که اسلحه سازمانی فیلان بیسار دستشون بودی همچین چیزی، دست حمید صفت و فکر کنم گادپوری بود، میگه اونو نمیخوای توضیح بدی. خب آقا
شنیدیم یه دیسترک بانمک بیشتر تا اینکه خیلی دارک و کوبنده، به خاطر اینکه مثلا فلو شاپور خیلی عجیب غریب بود، با گوش خیلی به گوش، یعنی در واقع خیلی نمیشست، یه جورایی رایما رو انگار زوری چف کرده بود با هم و اینا، ولی در کل که خیلی باحال بود. بعد یه سری حرفا رو زد که من واقعا حقیقتا قبل از اینکه گوش بدم گفتم چی داره واسه گفتن، یعنی هنوز یعنی واقعا چیزی داره که بگه، ولی میبینیم یه سری چیزا رو داره که بگه و مثلا اینکه قصه قراره همچنان ادامه داشته باشه. این از این، ولی چیزی که خیلی قابل توجه بود و به نظر من خیلی بولتر بود و باحالتر بود، بیت مهدیار و این سمپلینگی که استفاده کرده بود خیلی جذاب کرده بود کارو. بعد خیلی وقت بود که هم مهدیاری همچین و سیلک بازی هایی نداشتیم و نشنیده بودیم. یادش خیر، ترک عاشقم، عاشق حرف کم ولی تأثیر گذار، درست مثل نوشته های عقب بعضی هم ماشینایی که تو مسین سفرتن نشستن رو چمن نرم، لقمه گرفتن از سنگه که گرم، میشه این پرونده جمع آزادی اقفص تنگ. آقا رفتیم توی داستان دیگه، ولش کن. بعد اینکه مهدیار خلاصه خیلی خفن بود تو این موزیک، دمش گرم. و اینکه بالاخره هرچی باشه مهدیار دیگه، هر اتفاقی هم بیفته، هر زد و خوردی باشه، هر داستانی بالا و پایینی هم باشه، یعنی تو رپ فارسی و تو مارکت، باز مهدیار مهدیاره، اینو یادتون نره. بچه ها عشق کردم، لطفا نظرتون رو بندازید بگید حال کردین با این موزیک یا چی، همینطور با ریاکشن، همینطور با داداشتون لطفا نظراتتو بندازید. و اینکه کانال ما سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید، لینک اورجینال موزیک دیسکریپشن هست، کانال تلگرام روی صفحه میاد، اوسید قرار صحبت کنیم و کیف کنیم اونجا. بقیه پلتفرم‌های چنل ماتریس هم توی دیسکریپشن هست. قربون چشای زیباتون، مرسی که بودین، عشق میکنم و ببینم عشق میکنم، مثلا همه چین محدوده من جدید شده، دارم عشق بازی میکنم دیگه، شما هم که هستین صد البته اصلا این فاز چند برابر میشه. مرسی که بودین، قربون چشای زیباتون، عشق بدین و عشق بگیرین. تا یه ماتریس دیگه، چکس.